مهمانان این بخش ما هم کتایون جان و زینب جان هستن. میریم همراه خودشان صحبت و سلام کلامی می داشته باشیم. کتایون جان سلام، صحبت بخیر، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، بنام خدا، بسم الله مشکل کسا، بسم الله ما فرزند اسلامیم، گفتار ما بسم الله، دارم بله به خود در هر کجا، بسم الله ورد زبان ما است وقت قضا، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام از ادب دارم خدمت شما مجیده های با استعداد و کسانی که ما را بیننده هستند. من کتاین حسینی متعلم چین فیدو، از این که من را دعوت کردیم خیلی خوشحال هستم. علیک السلام، ما هم خیلی خرسند و خوشحال هستیم که کتاین جان امروز در برنامه با خود ما داریم. زینب جان سلام، خیلی خوش آمدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به بسم الله میخوانم خدا را، به بسم الله میخوانم خدا را، ز مشتی خاک آدم ساخت ما را. من نه تاجیکم نه پشتون نه هزاره نه ز ترکم، من نه تاجیکم نه پشتون نه هزاره نه ز ترکم، نه ز ازبک نه بلوچم نه ز ایماق سترگم. من به مذهب نیز سنی نیز شیعه نیز سیکم، من به مذهب نیز سنی نیز شیعه نیز سیکم، نی درنگم نی دروغم نی فسادم نی شریکم، نی درنگم نی دروغم نی فسادم نی شریکم، نی شمالی نی جنوبی نه از شرقم نه از غرب، نی ز کوی فتنه پیشان نی پی تشویق فرقم، نی ز کوی فتنه پیشان نی پی تشویق فرقم، نی به فکر لفظ جنگم نی به فکر تهمت و شر، نی زراندوزم نه نوکر نی کلاه فتنه بر سر، نی زراندوزم نه نوکر نی کلاه فتنه بر سر. خطم افغانستان است خاک او از من سراسر، خطم افغانستان است خاک او از من سراسر، ما همه افغان و افغان سر به سر با هم برابر، ما همه افغان و افغان سر به سر با هم برابر. رود و دریایت خروشان کوهسارت با جلالت، رود و دریایت خروشان کوهسارت با جلالت، فصلهایت بی نظیر و مردمانت با کمالت، فصلهایت بی نظیر و مردمانت با کمالت. پاک بادا خطه من از کف شر و شرارت، پاک بادا خطه من از کف شر و شرارت، مرده بادا مرده بادا هر که بر دست صلح میهن را بغارد، خاک بادا بر دو چشمی کو ندارد تاب دیدن، خاک بادا بر دو چشمی کو ندارد تاب دیدن. دست مایان را چو زنجیر متحد با هم پریدن، سبز بادا نام تو بر جسم و جانم، زنده بادا کشورم افغانستان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما حاضران عزیز و کسانی که از پشت پرده تلویزیون راه فردا ما را تماشا میکنن و امید دارم که یک صبح خوب را آغاز کرده باشن. من زینب صادقیار هستم، متعلم صنف ششم در مکتب خصوصی ابتشار، و از اینکه مرده برنامه بشکو دعوت کردین مفتخر است. علیکه سلام، خیلی خوش آمدین. واقعا چه آغاز، واقعا یک دکلمه بسیار زیبایی داشتی در آغاز برنامه. بیایم از این قسمت دکلمه آغاز کنیم. ای که خود چند مدت میشه که دکلمه میکنی؟ من از صنف اول دکلمه را شروع کرده بودم. بله. تو همیالی را هم دیگه و واقعا خانواده هم مرا تشویق میکرد تا ایده ای چی رسیدم. بسیار عالی خاطره جان، بازم تو
که شروع هم کرد دکلمه خودم تو زیبا بسیار عالی. آفرین. باز در خانواده زیادتر کی حمایتت میکنه بیشتر، پدر جان از مادر جان، خواهرها یا برادر؟ تمام خانواده مرا یک رقم تشویق میکنه و واقعا ما کلشان دوست دارم، از کلشان هم راضی هستم و واقعا برای من افتخار است که خانواده خوبی دارم. بسیار عالی. واقعا ما هم از خانواده خودت همیال تشکری میکنم که خودت همیشه حمایت میکنه. خب کاتای اینجان خودت بر ما بگو صنف چند هستی؟ دو. صنف دوم چندم نمره؟ اول. اول نمره. آفرین. یعنی امتحانات چهار نیم ماهه که سپری شد بخیر گذاشتن دیگه؟ بله. بسیار عالی. بسیار عالی. کتایون هم دیگه وقتی شروع کرد از کتایون جان هم همونتو شعرش زیبا بود دیگه، با بسم الله کل شعرهای خود شروع کرد. خب کتایون جان امروز در برنامه بر ما چی داری؟ شعر. شعر. شعرت در مورد چی است؟ بهار. بهار. آفرین. خب میشنویم دیگه. میال کتایون جان دوستاش و استاداش دیگه از پشت پرده تلویزیون میبینه که کتایون جان شعر خود چقدر زیبا به خوانش میگیره. خب کتایون شعر خود بخوان ما میشنویم. خوب است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مثل بهار، گل و شکوفه داره، بوی قشنگ و دوستی همراه خود میاره. وقتی سلام میکنم شابرکا میخندن، بالا شدن بری من واش میکنن میبندن. گوش بده باز میخوانن برنده های زیبا، با جیجه و با جیگ جیگ سلام بده به گل ها. سلام به جنگل سرش سبز و آسمان آبی، به خونچه های خندان و روز آفتابی. بسیار عالی. چی یک شعر واقعا. امتو مثل خود شعر مقبولم بر ما دکلمه کرد. امتو نیست که تا اینجا. و همچنان زینب جان خودت امروز در برنامه بر ما چی آوردی؟ خوشبخت و شیر آورده بودم. بله. دکلمه کردم. بسیار عالی. شیر که در اول دکلمه عالی را دکلمه کردی بر خود ما. خب زینب جان خودت گفتی صنف ششم هستی، چندم نمره هستی؟ من در صنف ششم در چهار نماه سوم شدم. بسیار عالی. و در قبل از اول یا دوم. حتما خیلی درس کار تو سعی نخوندی دیگه. خیر است، بعضی مشکلات پیش می آید که با تلاش کردن رفع میشه. خب کتایون جان بیایم طرف تو پرسان کنیم، یه نام زیبا را بر کی انتخاب کرد کتایون؟ مادر. مادر جانت انتخاب کرد؟ بله. آفرین. بعد خودت میفهمی که نامت خودت چی معنی میده؟ آه. چی معنی میده؟ پاک. بسیار عالی. واقعا اولین کودکی هست که وقتی ما معنی نامش ازش پرسان میکنیم، خب صحیح معنی نامش دقیق میفهمه. واقعا قسمی که نامش زیباست، خودش هم زیباست و همچنان معنی نامش هم زیباست. اما تست که تا اینجا؟ بله. بسیار عالی. و خاطره جان امروز دیگه در برنامه تقدیرنامه های زیاد هم داریم از دختران لایق و دو تا تقدیرنامه‌ای که فعلا پیش ما هست. اگر زیستم نفته دو تا تقدیرنامه از کتاین جان هست. خب کتاین درباره از تقدیرنامه خود بگو، کنار در کجا گرفتی؟ یکیش کسب مقام دانش آموز ممتاز است. دانش آموز ممتاز بودی دیگه دستم. آفرین. و دیگهش هم دانش آموز ممتاز، بازم ممتاز. چقدر از دانش آموز ممتاز تقدیرنامه زیاد گرفتی؟ حتما دختر خوبی هستی دستم دیگه. لایق هستی؟ آه. آفرین. با دوستات، با همسنفیات باز همکاری میکنی در درسش؟ بله. بسیار عالی. واقعا دختر توانایی است که بخیلی هم نمیکنه. متونست فروزان جانی بله. که بخیلی کنه و امرای دوستایش کدام وقتی که یک درس خودش یاد داره دوستایش یاد نداره برای اونا یاد میتونه. متونست؟ بله. بسیار عالی. خب زینب جان بیایم سر دکلمه کردن خودت. بر علاوه که از صنف اول دکلمه کردن در مکتب اینو آغاز کردی، صنف تخصصی هم گرفتی که خودت بری یک جای دکلمه را جداگانه بخوانی؟ نه، تو فعلا یک صنف نگرفتی ولی تصمیم داری. بسیار علی. بعد این دکلمه ها شعرهایی را که انتخاب میکنه مختص کردی که چگونه شعرها را باید خودت دکلمه کنی، یا هر شعری که میبینی به نزد خودت خوش میخوره یا خوشت میای امو را دکلمه میکنی؟ آه بله. مثلا شعرهایی که کلمات عربی رو نداشته باشه و یک معنای خاصی رو داشته باشه، بتونه همگی او رو به صورت آسان معنا بتونه پیش خودش و نمیگه از کسایی که خورده است. نمیتونه مثلا یک کلمه هایی که بسیار سخت میخورنی بسیار نمیتونه معنا کنه،
نگذر سرشون سخت نخوره باز شاید شیر برش دلشی نباشه. بسیار عالی. دختری ها زرنگی که حتی برای شنوانداش بسیار با دقت فکر میکنن، حتی خورتالای که شعرش گوش میکنن. یک بار خدای نخواست نفهمه که شعری که زینب جان دکلوما میکنه چه قسم شعر است و نتانه بر خود مفهوم بسازه. متوست بسیار عالی. به مخاطر دیگه زینب هم شعرهایی که عام فهم است و بتانه از همسن مثالاش از اون شعر استفاده کنم به خانش میگیره. خب کتای اینجان، خودت در خانه کی همکاری میکنه در درسای در مثلا کارخانگی هایت که تو در سنف اول نمره هستی؟ مادر. مادر جانت؟ بله. امز اینجا دیگه مادر دست تلویزیون تو رو میبینه، در مادر خود چی میگه میالی؟ تشکری میکنی دیگه نه؟ بله. آفرین. کتایون هم از مادرش تشکری میکنه به خاطر که همکاری میکنه. بله دقیقا فروزان جان میگم مشت نمونه خروار است. ما اینجا تقدیرنامه های بسیار زیادی داریم و به خاطر کمبود وقت نمیتونیم همهشان نشان بدیم و این تقدیرنامه زینب جان است. زینب جان این تقدیرنامه را چی وقت گرفتی؟ این تقدیرنامه را من در صنف اول گرفتم. بله. که دیگه واقعا خوشحال شده بودم که همچنین تقدیرنامه را بر خودت دادن و همچنان یک تقدیرنامه دیگری هم میره در کجا گرفتی؟ این هم استاد صنف اول گرفت. صنف اول با چه مناسبت؟ با مناسبت از اینکه استاد اول نمرش در گروه الف رفته بودم. بسیار عالی. دختر توانایی که در گروه الف رفته بود. خب اینجا تقدیرنامه های زیادی هست و ما نمیتونیم همه ایشان نشان بتیم، ولی یک تقدیرنامه اینجا از خورترکی زینب جان است. این را دوستا یک بار شاد چه بگیرید؟ کالای فراغت. از چه زمان است زینب جان؟ از صنف اولم است که میخواستن عکس بگیره و خودم خبر نبودم که اول شدیم و من مجری بودم دو برنامه و عکس نگرفتم. تو را سپرایز کردن دیگه. بسیار عالی. خب زینب جان یک موفقیت که مثلا اول نمرگیسته یا مثلا در بعض چیزها اول میشی یا که در درسای خود در صنف اول میشی، وقتی تقدیر نامه میگیری همون لحظه چقدر خوشحال هستی خودت؟ خب خوشحالی من به زبان آورده نمیتونم. واقعا خوش هستم که اول شدم و مقام برتر گرفتم و به دوستای من میگم که واقعا کوشش کن اول شد چون یک حس خوبی داره. دقیقا. فروزان جان متوجه شدی زمان که از زینب جان پرسیدی که چه حس داره؟ امی که یک لبخند روی لبایش جاری شد، واقعا که یک حس بسیار خوشحالی را داشت. خب کتایون جان، خودت در خانه زمانی که یک سوال را نمیتونی حل کنی با مشکل روبرو میشی، کی همراه خودت کمک میکنه بیشتر؟ خواهر. خواهرت؟ خواهرت چقدر است؟ کلان. از خودت بزرگ است؟ چند سال بزرگ است؟ 6. همیشه همراهت کمک میکنه یا بعضن وقت سوال پرسان میکنی میگی تو همیشه از ما سوال پرسان میکنی خودت حل کنی گپا رو برات میگه یا نه همیشه کدت کمک میکنه؟ کمک میکنه همراه؟ بله. امون تو کمک کرده که کتایون دیگه اول نمره است. خب یه یکی سوال از زینب پرسیدیم از کتایون پرسان کنیم. مثلا آل سنف اول است دیگه یا سنف دو استی؟ دو. سنف دو است. دو سال پی ها پی اول نمرگی را کسب کرده، بین و قدر همسنفی های زیاد خود کتایون اول نمره شده. وقتی اول نمره میشی یه قدر تقدیر نامه را که خودت گرفتی تقدیر نامه میگیری چقدر خوشحال میشی؟ زیاد خوشحال میشه. قایق چقدر خوشحال میشه؟ زیاد خوشحال میشه. و زمانی که پارچه اول نمرگی را خودت در خانه بردی، پدر مادر جان بر خودت چی جایزه دادن؟ تحفه دادن. چی تحفه دادن؟ گفته میشه یا اون تو راز است نمیگی بر ما؟ کتابچه. آفرین. بسیار عالی. بعد از طرف مکتب خودت چی تحفه دریافت کردی؟ قیتک. بسیار عالی. فعلا هم مغنه پوشیده اما در زیر مغنش قیتک های بسیار مقبول در میای زده ده که ما نبینیم. اموت هست؟ تو لبخند میزنه یا نه دیگه اموت هست؟ سکوت نشانه رضایت هست دیگه از من. بسیار عالی. خب زینب جان خودت درباره اهداف خود بر ما بگو، چقدر تلاش کردن در ای که تو درس میخوانی بر خودت مهم هست، چقدر میتونه بر خانواده بر اساتیدت مهم باشه؟ من دوست دارم تلاش کردن و که به یک هدف برسم و آدم با وقتی که بخواه به هدفش برسه باید خیلی تلاش کنم و باید سربلندی استاد دیگه. من واقعا از استادم تشکر هستم که برای من درس میتن و از زحمات استاد است که من اقدر توانایی گرفتم و اول شدم و دوم دیگه. و خانواده ما من رو خیلی کمک کرد و قنظم شکری میکنم و برشان خوب شد.
دقیقاً اینکه استادا همواره زحمت میکشن و زمانی که شاگردایشون یک رتبه را کسب میکنن، این واقعاً باعث افتخار استادم است. استادم خوشحال میشه، بر علاوه که شاگرداش خوشحال میشه. بله خاطره جان یک چیز ما بگم، بر استاد موفقیت شاگردش خیلی خوشایند است، مثل فرزند است. و یک چند سال خودم که استادی کرده بودم، امی که مثل فرزند باید همیشه خوشحال دزی بودی که شاگردت باید در رتبه های بلند برسه، در جای خوب برسه. پس کتایون و زینب همیشه کوشش میکنن تا دل استاد شانه خوشحال نگه. خب کتایون جان، خودت بر ما بگو میخوای داینده چی کاره شایی؟ دکتر. و به خاطر اینکه تو دکتر شایی باید چی کارها رو انجام بدی؟ باید خوب درس بخونی، یعنی؟ بله. خوب درس بخونی، باید تلاش کنی، کوشش کنی تا دکتر شوی. باز تصمیم گرفتی که دکتر در کدام بخش شوی؟ دکتر دندان شوی؟ دکتر جراح شوی؟ دندان. دکتر دندان شوی؟ بله. چی باید شد که خودت تصمیم بگیری که دکتر دندان شوی؟ وقتی زیاد دیگه من دندانش درد کرده، پس یک روز که دندان ما درد کرد میایم پیش کتایون که شمایی نکنه. چی تو؟ باز وقت از ما پیسه میگیری یا نه؟ نه. آفره، مقصد ایگه تا ما ثبت میکنیم چندین سال بعد که تو دکتر شدی باز از ما پیسه نخواهی که باز ما ویدیو رو بر خودت نشان میتیم. خب کتایون جان، پیامت به دوستایت به همسن سالات چی است؟ کمیال تو رو میبینه. ما باید همیشه تش بخونیم که موفق شد. آفرین، بسیار زیبا. و زینب جان، پیام اخیری که خودت به همسن سالات و به هم کلاسیات داری چی است؟ پیام ما ای است که همیشه به هدف خود تلاش کنند، که نمیشه مثلا بگم میخوایم داینده کار شوم و تلاش نکنند دوباره و تحقیق نکنند. هیچ عجب نیست که مثلا ما خود به زبان بیاریم و شویم. ما باید به زبان بیاریم، تلاش کنیم تا به او هدف برسیم. بله، تنها در زبان نیاریم بلکه به او عمل هم بکنیم. بسیار زیبا، مهمانای بسیار خوبی را در برنامه امروز خود داشتیم. خوشحال شدیم که در برنامه امروز شما را داشتیم. خوش آمدید.